Far Cut, chaval. کاهش شمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در شبانه روز گذشته به کمتر از 100 نفر. سپاه از آغاز رزمایش دفاع بیولوژیک برای سمپاشی شهرها خبر داد. هشدار اتحادیه اروپا درباره خطرات کاهش محدودیت‌ها. روسیه و هند خود را برای تشدید بحران کرونا آماده می‌کنند. 9 میلیون دلاری که یک سال خرج شد. سوال‌های جدی درباره سرنوشت پول فیفا برای فدراسیون فوتبال ایران. و روی خوش قرنطینه به حیوانات وحشی در بریتانیا. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. دولت ایران میگوید شمار قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته پس از یک ماه به کمتر از 100 نفر رسیده. درست در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت میگویند ابتلا به ویروس کرونا در کشور سیر نزولی پیدا کرده. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی نوشته ایران تا کنترل موج اپیدمی فاصله زیادی دارد. همزمان رسانه‌ها در این کشور از بسیج گسترده نیروهای نظامی برای مهار کرونا خبر دادند. علی همدانی گزارش می‌دهد. رئیس قوه قضاییه در بازدید از رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه و تبلیغات گسترده برای سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر رهبر در تلویزیون ایران، آنچه رزمایش دفاع بیولوژیک و خدمت خوانده شده. دیدار رئیس قوه قضاییه از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران از این قرارگاه. این خدمتی که امروز سپاه پاسداران و بسیج داره میکنه، در کنار این تصاویر که امروز در خبرگزاری های ایران منتشر شده، رزمایش سمپاشی سپاه پاسداران. در ابتدای این رزمایش سرودهای انقلابی از بلندگوها پخش میشود و بعد افراد مشغول شستن اتومبیل ها و ضد عفونی درخت ها و تیرهای چراغ برق میشوند، کاری که معلوم نیست تأثیری در جلوگیری از گسترش شیوع داشته باشد. در حضور دوربین های رسانه ها یا این یکی خبر سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان امام در کارخانه‌ای که بزرگترین کارخانه تولید ماسک در جنوب آسیا لقب گرفته. با تصمیم فرمانده کل سپاه و مسئولان نهادهای حمایتی، قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام برای هماهنگی، خبر تأسیس قرارگاهی برای کمک به 3 میلیون نیازمند توسط سپاه پاسداران، همه در یک روز، همان روزی که حسن روحانی هم در جلسه ستاد اقتصادی به همان 3 میلیون نفری که در مضیقه بودند اشاره کرد و اینکه دولت از خیر بهره گرفتن از وام 1 میلیون تومانیش گذشته. قبل از روز اول ماه رمضان این 1 میلیون تومان در حساب مردم ریخته بشه، همه یاران بگیرها در ماه تیر ماه به تدریج از یارانه اونها کسر خواهد شد. 1574 نفر، یعنی شاید یکی از کمترین آمار مبتلایان جدید ظرف هفته، همه در حالی که ارقام دولتی مبتلایان و قربانیان کرونا در حالی از تردید است. وزارت بهداشت ایران گفته شمار مرگ و میر روزانه حالا به زیر 100 نفر رسیده. در شبانه روز گذشته 98 نفر جان دادند و به گفته وزارت بهداشت 1574 مبتلای جدید شناسایی شده. برخلاف خواسته و ادعای کسانی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین سخنرانی خود تأکید بر اعمال خواستش مبنی بر جهش در تولید به هر قیمت داشته. دولت هم قرنطینه که در عمل تنها در دوران تعطیلات نوروزی اعمال شد را تسهیل کرده. برخلاف بسیاری از نقاط جهان، ایرانی ها از خانه بیرون آمدند به دنبال یک لقمه نان در عصر شیوع کرونا. علی همدانی، بی بی سی. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده نرخ رشد اقتصاد جهان امسال منفی 3% باشد. این نهاد تا همین 3 ماه قبل انتظار داشت این نرخ مثبت 3% باشد. در همین حال اتحادیه اروپا از همه اعضاش خواسته هر تصمیمی برای رفع محدودیت‌های رفت و آمد و فعالیت‌های اقتصادی رو با هم هماهنگ کنند. در هند، کشوری که بیش از 1 میلیارد نفر را چند هفته قرنطینه کرده، تعطیلی‌ها تا 3 هفته دیگر ادامه خواهد داشت. همزمان در آمریکا مرگ 23 هزار نفر باعث بالا گرفتن انتقادها از دونالد ترامپ شده. در واکنش رئیس جمهوری آمریکا با حمله به رسانه‌ها از عملکردش دفاع کرده. دونالد ترامپ همچنین گفته تصمیم نهایی درباره کاهش محدودیت‌ها به عهده اوست، نه مقام‌های ایالتی.
باران عباسی گزارش میده. کانون کرونا در هند. پلیس با پهپاد خیابان‌های مومبای یا بمبئی را زیر نظر دارد. به مردم هشدار می‌دهد از خانه بیرون نیایند. در زاغه‌های شهر مددکاران در جستجوی علائم کرونا به تک تک خانه‌ها می‌روند. مومبای بالاترین شمار مبتلایان و جان باختگان را دارد. در کشوری با 1,300,000,000 نفر جمعیت که بیش از 20 روز در قرنطینه بوده، نخست وزیر تعطیلی ها را 3 هفته دیگر تمدید کرده. در هفته آینده اقدامات جدی تری برای مقابله با ویروس کرونا انجام خواهد شد. آمار مبتلایان نشان می‌دهد که هند در مقایسه با بعضی از بزرگترین و توسعه یافته ترین کشورهای دنیا بسیار بهتر عمل کرده. شمار مبتلایان در هند 10,000 نفر و جان باختگان نزدیک به 400 نفر اعلام شده، اما روند شیوع رو به افزایش است. از طرفی منابع بیمارستانی میگویند آزمایش کرونا روی عده بسیار کمی از بیماران انجام شده و شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در اروپا کاهش محدودیت‌ها در کشورهایی که نشانه‌هایی از کاهش شمار مبتلایان دیدند، از جمله ایتالیا، کشوری با 20,000 جان باخته. شمار کمی از کسب و کارها از جمله کتاب فروشی ها، فروشندگان لوازم و تحریر و لباس کودکان اجازه فعالیت دارند. در اسپانیا هم بخش های تولید و ساختمان سازی کار را از سر گرفتند. فرانسه اما تعطیلی ها را تمدید کرده، هرچند که حالا تاریخ مشخصی برای بازگشایی دارد. 11 مه، یعنی کمتر از 1 ماه دیگر. سومین اقتصاد بزرگ اروپا بیشتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت از شیوع کرونا آسیب دیده. قرنطینه بیشتر از چیزی که انتظار داشتیم طول کشیده. رئیس جمهوری این تصمیم رو برای حفظ سلامت و امنیت مردم گرفته، اما واضحه که تاثیرش هم روی اقتصاد بیشتر میشه. ما قبلا رشد منفی 6% رو پیش بینی کرده بودیم، اما حالا پیش بینیمون منفی 8% اما در آمریکا، کشوری که با بیش از 23,000 جان باخته و 500,000 مبتلا بیشترین شمار قربانیان در جهان را ثبت کرده، دونالد ترامپ با حمله به رسانه‌های منتقد از عملکردش دفاع کرده. اقدامات من جان ده‌ها هزار یا حتی صدها هزار نفر را نجات داد. اما این انتقاد هست که از فرصتی که داشتید برای آماده کردن بیمارستان‌ها استفاده نکردید. ببین، خودت هم می‌دونی که اخبار جعلی تولید می‌کنی. همه شبکه‌تون و طوری که این اخبار رو پوشش میده جعلیه. شیوع کرونا در روسیه هم شدت گرفته. امروز با شناسایی نزدیک به 3,000 مبتلای جدید، شمار بیماران از 21,000 نفر فراتر رفته. هرچند که تعداد جان باختگان فعلا 170 نفر است، کمتر از بسیاری از کشورها. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هشدار داده که شرایط رو به بدتر شدن است. وضعیت داره به سرعت تغییر میکنه و متاسفانه بهتر نمیشه. باید همه احتمالاتی رو که ممکنه پیش بیاد در نظر بگیریم، حتی پیچیده ترین و عجیب ترین ها رو، تا بتونیم اقدامات لازم رو به سرعت انجام بدیم. کشوری که سرایت کرونا در آن دست کم در آمار رسمی به شدت کشورهای کانون این بیماری نبوده، اما خیابان‌های مسکو هم کم کم ظاهر دیگر شهرهای اروپایی را به خود می‌گیرند. تنها شهروندانی که در خیابان‌ها به چشم می‌خورند آنهایی که در پی نابودی آثار این ویروسند. باران عباسی، بی بی سی. بهرنگ تاجین همکارم اینجا در استودیو با ما هست. بهرنگ، تو پیشبینی صندوق بین‌المللی پول رو خوندی، میدونی که برای هر کشوری چه پیشبینی شده، اصولا چه میگه، چقدر تصویر سیاهه؟ ببین، اینجور پیشبینی ها در واقع ارزیابی مستقل صندوق بین‌المللی پول نیست، بلکه در اکثر کشورها بر اساس آمار و ارقامیه که بانک‌های مرکزی میدن و این گزارش فقط به خاطر کرونا توی یه مدت کوتاهی تهیه نشده، بلکه اینا رو از در واقع هر سال همین موقعی سال این گزارش رو منتشر میکنن و خیلی از داده ها ممکنه حتی قبل از شیوع ویروس باشه. اما نکته های جالبی توش هست، علاوه بر این که
پیش بینی کرده که رشد اقتصاد کل دنیا امسال 6% کمتر از اونی باشه که 3 ماه پیش پیش بینی میکرد، یعنی به جای اینکه مثبت 3 باشه منفی 3% باشه، در مورد تمام کشورهای دنیا هم تا اونجایی که من تونستم چک کنم پیش بینی در مورد رشد اقتصادی پایین اومده. نکته جالب مثلا در مورد ایرانه، پیش بینی صندوق بین المللی پول بر اساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی ایران اینه که رشد اقتصادی ایران در طول سال 2020 منفی 6% باشه، تورم 34.2% در طول سال، و از همه اینا شاید جالبتر این که پیشبینی کرده صندوق بین المللی پول که نرخ بیکاری در ایران به 16% برسه. نرخ رسمی بیکاری برای زمستون به گفته مرکز آمار 10.6% بود، این 6% بیشتر از اونه. در مورد افغانستان هم پیش بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان امسال منفی 3% باشه. این اقتصادهایی که کوچک میشه اولین نتیجهش اینه که یک عده قابل توجهی شغلشون رو از دست میدن، و این بیشتر از هر چیزی یک یاداوری برای دولت‌های کشورهای مختلف که الان باید اولویت اولشون رو بذارن تأمین معاش و معیشت زندگی مردم. ممنونم ازت بهنگ تاجدین، همکارم اینجا در استودیو با ما، که از در واقع گزارش صندوق بین‌المللی پول میگفت. اما همونطور که در گزارش باران هم دیدید، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم به شدت تحت فشار هست، به علت اینکه گفته میشه او اقداماتش کافی نبوده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور. خشایار جنیدی همکار ما از واشنگتن به ما پیوسته تا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. خشایار، که یک بگو مگویی در گزارش هم دیدیم که شکل گرفت بین آقای ترامپ و خبرنگاران، کمی از این فشارها برامون بگو. گومگو البته چیز تازه‌ای نیست، از اولی که با این بحران آمریکا درگیر شده وجود داشته. آقای ترامپ هر روز در کنفرانس خبری تقریبا شرکت کرده در کاخ سفید و شاهد انتقادهای صریح و تند او از رسانه‌ها و همینطور انتقادهای رسانه‌ها از او بودیم. اما الان این علاوه بر رسانه‌ها این انتقاد در سطح سیاسی هم ادامه داره. فرمانداران عمدتاً ایالت‌هایی که دموکرات هستند جلساتی رو دارن صحبت از این می‌کنن که حالا که رقم به اصطلاح منحنی ابتلا به ویروس کرونا در بیشتر این ایالت‌ها به سمت صاف شدن داره پیش میره، قدم‌های بعدی چی هست، کی باید سیاست‌های فاصله گذاری اجتماعی رو کمرنگ‌تر کنن تا مردم بیشتر به سر کار برگردن، به سینماها برن، به رستوران‌ها برن. اقتصاد که عملاً تعطیل شده است کی باید راه بیفته. از جمله اینکه فرمانداران ایالت‌های شرقی سعی دارند با هم این کار را انجام بدن، تصمیماتشون رو هماهنگ انجام بدن به خاطر نزدیک بودن این ایالت‌ها با هم، نیویورک، نیوجرسی، رودالند، کنتیکت، ماساچوست و چند ایالت دیگر، و در غرب آمریکا هم واشنگتن استیت و کالیفرنیا و اورگان دارن همین کار را انجام میدن. اما آقای ترامپ میگه که اگر قرار هست تصمیم گیری صورت بگیره مبنی بر این که ایالت ها کی باید به حالت عادی برگردن، تصمیم گیری با خود او هست. دولت فدرال در 16 مارس 26 اسفند قوانین مربوط به فاصله گذاری اجتماعی رو ابلاغ کرد، از جمله اینکه اجتماعات بالاتر از 10 نفر تشکیل ندن، مردم به ورزشگاه ها، به سینما ها، به رستوران ها نرند. و آقای ترامپ میگه که تصمیم گیری در مورد لغو این با خود او خواهد بود و هیچ کسی دیگر این اختیار رو نداره. گزارش ها مبنی بر این هست که دولت میخواد از اول ماه می به تدریج این قوانین رو سخت کنه از 12 اردیبهشت. اما فرمانداران ایالت ها میگن که خیر، اونها هستن که باید تصمیم بگیرن به خاطر اینکه شرایط محلی رو اونها میدونن. اندرو کومو فرماندار نیویورک که تا به اینجا کانون این بحران بوده، با بالاترین تعداد بیمار با بیشتر از 10,000 نفر قربانی، گفته که باید این اتفاق به صورت چند مرحله‌ای انجام بشه و همزمان با آسان‌تر شدن شرایط باید تست کردن و آزمایش‌ها از افراد رو هم افزایش بدن. ممنونم ازت خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما. وزارت بهداشت ایران میگوید شمار قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته به کمتر از 100 نفر رسیده. در همین حال سپاه پاسداران از آغاز رزمایش دفاع بیولوژیک برای مقابله با شیوع این ویروس خبر داد.
صندوق بین‌المللی پول میگوید به دلیل بحران شیوع ویروس کرونا امسال نرخ رشد اقتصاد جهان به منفی 3% میرسد. در ادامه این برنامه روی خوش قرنطینه و کرونا در بریتانیا به حیوانات وحشی. خبرگزاری تسنیم صورت حساب و چگونگی خرج شدن پولی را منتشر کرده که فیفا از مرداد 1397 تا یک سال بعد از آن در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار داده. 9,300,000 دلار که بابت صعود به مرحله نهایی جام جهانی 2018 روسیه به ایران داده شده بود. در بخشی از این هزینه ها پرداخت 20% پاداش صعود به کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی ایران درج شده، در حالی که طبق قرارداد باید 10% به او پرداخت میشد. سوال هایی هم راجع به هزینه دو مسابقه دوستانه که پیشتر گفته میشد رایگان هستند ایجاد شده. خزانه دار فدراسیون فوتبال میگوید فدراسیون قانونی عمل کرده و به زودی در این زمینه یک بیانیه رسمی منتشر خواهد شد. پوریا ژافره همکارم اینجا در استودیو با ما هست. پوریا، تو میدونم که با کارلوس کیروش صحبت کردی، بخش بزرگی از این پول هم یا حداقل میشه گفت نسبتاً 20% بیش از 20-25% این پول به او رسیده. او خودش نظرش چیه راجع به این مسئله؟ خودش که میگه این پولهایی هستش که اضافه بر سازمان بدهکار بوده فدراسیون فوتبال ایران به او و از این طریق پرداخت شده. بحث تحریم ها هم مطرح هست. خب من خودم یک نامه جدایی به فیفا زده بودم قبلا در مورد پول های ایران، پرسیده بودم ازشون و یک اولین قسمت نامه رو وقتی که فیفا به من جواب داده بود گفته بود که به خاطر تحریم ها نمیتونن که به راحتی پول های ایران رو پرداخت بکنن و شاید که برای مثلا حقوق دادن این مسائلی بوده که داشته اتفاق میفته. ولیکن مشکل اینجاست که فدراسیون فوتبال ایران 8 ماه پیش قرار بوده به خبرنگاران قول داده بوده که در مورد پولهایی که خرج شده و پولهای جام جهانی و همینطور پولهای دیگه، یعنی که فقط این مقدار 9,300,000 تایی که داریم صحبت میکنیم که توی این صورت حساب منتشر شده، این تمام هزینه فدراسیون نیست. فدراسیون به هیچ موقع به صورت شفاف نیومده بگه که چقدر درآمد داره و چقدر داره خرج میکنه و این خرج کردن صرف چه مسائلی میشه. الان تو این لحظه هم که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم فدراسیون رئیس نداره، سرپرست داره، وضعیت دبیر کلش مشخص نیست. هفته پیش گفته بودن که دبیر کل رو عوض کردن، سرپرست دبیر کلی که خودش 11 ماه غیر قانونی مونده بود رو عوض کردن و بعد یک سرپرست جدید مشخص کردن که اون هم با اما اگر اومده سر کار. انتخاباتی که عقب افتاده برگزار نشده، 1001 سوال هست که اینجا جواب داده نشده و به این نقطه رسیدیم امروز که هر چی هم که فدراسیون بیاد بگه با یک بی‌اعتمادی شدیدی از طرف مردم روبرو خواهد شد. یه بخشی از این پول که خیلی بر سرش سر و صدا هست پولی بوده که باید به باشگاه‌ها می‌رسیده، یعنی حق باشگاه‌ها بوده که فیفا پرداخت کرده بوده، ظاهراً از اون هیچ چی پرداخت نشده بود. بله، فکر می‌کنم که این پول سالم مونده، یعنی که وقتی که متاسفانه تو ایران برخلاف تمام ساختاری که در دنیا داریم، حالا اصلا من وارد بحث مالیش نمیخوام بشم، بحث حق پخش تلویزیونی و پولی که فوتبال باید بره از صدا سیما توی این مورد بگیره، فوتبال در تمام دنیا، فوتبال باشگاهی از فوتبال ملی وضعیتشون جداست و باشگاه‌ها خودشون به یک شخصیت حقوقی دارن و وقتی که فدراسیون میخواسته بره این پول رو بگیره، فیفا اصلا گفته که ما این پول رو به شما نمیتونیم بدیم، یعنی که این پول، این تعداد بازیکن از استقلال تو تیم ملی بودن، این تعداد بازیکن از پرسپولیس بودن، از تیم‌های دیگه هم بودن، از تیم‌های خارجی هم بودن، بازیکنایی که خارج کشور بازی می‌کردن، هر کدوم از این بازیکن‌ها به ازای تمام روزهایی که توی اردو بودن توی جام جهانی روسیه، یک حقوق روزانه به عنوان سالری دریافت می‌کردن از حق جام جهانی و اون فقط میتونه بره به باشگاه ها. اونو فدراسیون کار خاصی نمیتونسته باهاش بکنه. اتفاقا اینجا جاییه که شاید یه مقدار تو هزینه های فدراسیون دردسر ایجاد کرده. شاید فدراسیون رو اون پول حساب کرده بوده و وقتی که رفته فیفا بهش اجازه نداده که اون پول رو دست بزنه. ولی که کلا بعد تاثیر بزرگتر رو هم نگاه بکنیم. این اتفاقا داره وقتی میفته که تو خود فدراسیون فوتبال یه بلبشویی هستش و کیه که خبر نداشته باشه که گروه قدیمی که تو فدراسیون الان
ده ساله دارن کار میکنن، با وزارت ورزش درگیر هستن که چه کسی صندلی های ریاست و قدرت رو تو فدراسیون به دست بگیره. فدراسیون گفته که بیانیه منتشر میکنه، بعد منتظر چی باشیم اگه خیلی سریع بگی؟ قاعدتا بعد بیاد ریز اون مبالغی که مشخص نیستن و حالا هم بحث 10% اضافه هستش که کیروش دریافت کرده، بعد بیاد بگه که این حقوق مال چه ماهایی بوده، مال چه مواردی بوده، چرا به کیروش بدهکار بوده، اسناد اون رو نشون بده، و بعد هم بعد بیاد بگه که اون پولهای دیگه‌ای که خرج شدن که اون هم مبلغش کم نیست، حدود 3.5 میلیون دلاره، اون چطوری و کجا خرج شده. حالا فدراسیون 1001 خرج مختلف داره، کمیته داوران هستش، مسابقات مختلف هست که برگزار میکنه، هیئتای هستش که میفرستن، بیاد اینا رو با لیست ریز منتشر بکنه که همه متوجه بشن چه اتفاقی افتاده. ممنونم از پویا. پویا ژافه همکارم اینجا هست. اما چند خبر کوتاه. رئیس دیوان محاسبات ایران میگوید در سال 97 از 31 میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی 4200 تومان به متقاضیان واگذار شده تا به ایران جنس وارد کنند، نزدیک به 5 میلیارد دلار صرف هیچ وارداتی نشده. به گفته رئیس این سازمان بیش از 2.5 میلیارد دلار دیگر نیز صرف واردات کالاهای غیر ضروری مثل نخ دندان، چوب بستنی و اسباب بازی شده که قرار بوده صرف مواد اولیه و تجهیزات اساسی شود. جو بایدن نامزد اصلی حزب دموکرات در آمریکا از حمایت رقیب سابق خود برنی سندرز تشکر کرد. آقای بایدن در یک برنامه زنده اینترنتی گفت که به حمایت آقای سندرز نه فقط برای پیروزی بر دونالد ترامپ در انتخابات آبان ماه آمریکا، بلکه برای اداره کشور نیاز دارد. آقای سندرز هفته پیش از انتخابات درون حزب دموکرات‌ها انصراف داد و میدان را به جو بایدن واگذار کرد. او حالا از هوادارانش خواسته برای شکست دادن دونالد ترامپ در انتخابات با هواداران آقای بایدن متحد شود. شرکت آمازون قول فروش اینترنتی اجناس و کالا قرار است 70,000 نفر را در آمریکا استخدام کند. آمازون از کسانی که به خاطر بحران کرونا شغل خود را از دست دادند خواست که برای این فرصت‌های شغلی ثبت نام کنند. از ابتدای بحران کرونا در آمریکا نزدیک به 16 میلیون نفر در آمریکا بیکار شدند. شغل‌های جدید آمازون از راننده تا خدمه انبارهای کالا را شامل می‌شود. هدف آمازون از استخدام‌های جدید پاسخگویی به تقاضای مشتریانی است که به خاطر قرنطینه در خانه ماندند. با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان، بیش از 70 نهاد مدنی داخلی و بین‌المللی خواهان آتش‌بس فوری در این کشور شدند. در نامه ای مشترک، این نهادها از دولت افغانستان و طرف‌های درگیر در جنگ خواستند که شرایط را برای رسیدن کمک‌های بهداشتی به همه نقاط افغانستان فراهم کنند. شماری از فعالان شناخته شده حقوق بشر هم این نامه را امضا کردند. زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و کودکان از کابل با ما هست. خانم یفتری، کمی از به ما بگید که چرا این درخواست انجام شده و کلن وضعیت رساندن مواد بهداشتی و چیزهایی که الان لازم هست برای ولایت‌ها چطور انجام میشه و مشکلات چی هست؟ تشکر میکنم. سلام تقدیم میکنم به شما و بیننده هایی که فعلا برنامه شما را بیننده هستن. خب متاسفانه کووید 19 یک مرض و یک ویروس جهانی است که نه تنها افغانستان بلکه تمام کشورهای جهان از او متضرر شدند، ولی این همه از او جای امروز نشر شد به خاطر از اینکه در افغانستان نگرانی ها بیشتر است. در افغانستان اکثریت مردم تحت خط فقر زندگی میکنند و در شرایط عادی ما یک تعداد و یا آمار بسیار بلند مردم داشتیم که اونا به مواد غذایی ابتدایی روزانه که زنده باشن برای بخور و نمیر برای زندگیشان هیچ چیز نداشتن، ولی که شرایط بسیار سخت آمده، اکثریت شهرها در قرنطین رفته و او تعداد مردم افغانستان که روزمزد کار میکردن متاسفانه امروز دیگه اونا امو عاید روزانه رم ندارن و این طبعا تاثیر میذاره و نگرانی های ما عزیز که کووید 19 از یک طرف تلفات را در افغانستان در پی خواهد داشت، قسمی که ما آمار میشنویم، و از طرف دیگه نگرانی بسیار عمیق و شدیده که وجود داشت و این بود که نشود که یک فیصدی و آمار بسیار بلند ما از تلفات مردم افغانستان را داشته باشیم که اونا در اثر گرسنگی و یا اینکه دسترسی نداشتن به غذا و همچنان دسترسی نداشتن به مواد بهداشتی و صحی جانهایشان
متاسفانه از دست بدن و متاسفانه ما امروز در شهرها میبینیم که مردم امو موارد بهداشتی را زیاد مراعات نمیکنن و متاسفانه یک تعداد زیاد مردم ما به مواد شوینده و یا مواد ضد عفونی کننده دسترسی ندارن و این خودش طبعا یک نگرانی را به بار میاره، چون کووید 19 یک ویروس میباشه که فراگیر است، همگانی است و او تفکیک و یا فرق نمیکنه بین مردم که مردم در چی سطح هستن که اینا باید مصاب شون و یا ای که اینا مصاب نشون. این همین نگرانی هایی بود که سبب شد تا امروز این نامه صادر شوه و ما از جامعه جهانی و کشورهایی که کمک کننده افغانستان هستن بخواهیم تا ای که مردم افغانستان کمک کنن، هم از لحاظ امو تلاش و نفوذ وارد کردن به خاطر یک آتش بس عمومی تا ای که بیشتر رسیدگی شوه و مردم بتونن به خدمت. ببخشید من مجبورم شما رو قطع بکنم، وقت بیشتری نداریم. زرقا یفتلی، فعال حقوق کودکان و زنان. محدودیت های رفت آمدی که برای کنترل گسترش ویروس کرونا در بریتانیا وضع شده به نفع بعضی از حیوانات شده. کارشناسان حیات وحش میگویند کم شدن ترافیک جاده ها روند کاهش جمعیت گونه های جانوری مثل جوجه تیغی ها رو متوقف کرده. گزارش ویکتوریا گیل رو ببینیم. این روزها آدم ها در خانه نشستند، اما طبیعت بیرون از خانه ها با رسیدن بهار به جنب و جوش افتاده. با خلوت شدن محیط‌های شهری، حالا حیوانات غیرخانگی هم در جستجوی غذا به خانه‌ها سر می‌کشند. انگار طبیعت دارد از قرنطینه نهایت استفاده را می‌کند. الان جانوران و کلاً حیات وحش فضای بیشتری دارند. به نظرم این برای خیلی از گونه‌ها مفیده. مثلا جوجه تیغی‌ها به طور خاص که سالانه حدود 1/5شون در جاده‌ها کشته می‌شن. محدودیت تردد و خلوت شدن جاده حتما روی جمعیت جوجه تیغی ها تاثیر میذاره. در هفته اول اعلام محدودیت تردد در بریتانیا رفت و آمد در جاده ها 3/4 کمتر شد. این خبر خوبی برای بعضی حیوانات است، اما نه برای کلاغ ها و جانورانی که از لاشه حیوان ها تغذیه می کنند. این روزها همچنین فرصت خوبی است برای دیدن بعضی جانوران. فکر میکنین چه حیوانایی رو مردم ممکنه این روزا ببینن؟ همه جا خیلی ساکت و خلوته و اگه تنها برید بیرون ممکنه چیزایی ببینید که قبلا ندیده بودید. چند نفری به من گفتن برای اولین بار راسو دیدن. بقیه حیوانا هم هستن، روباه، گورکن، جوجه تیغی. اینا به طور معمول از هر سر و صدایی فرار میکنن. خیلی ها از این مهمان های سرزده طبیعت فیلم می گیرند و در رسانه های اجتماعی منتشر می کنند. سازمان های حامی محیط زیست هم از مردم خواستند تا از فرصت قرنطینه استفاده کنند، به پرسشنامه های آنها پاسخ دهند. این روزها که دنیای آدم ها به 4 دیواری تنگ خانه ها محدود شده، دیدن این جانوران از قاب پنجره می تواند رابطه ما را با طبیعت برقرار نگه دارد. ویکتوریا گیل، BBC News. همین از همراهیتون در این بخش خبری.